سلام، درس 14 رو شروع میکنیم که وکابیلری داریم. میخوایم لغت یاد بگیریم مرتبط با سفر، travel. خب بیایم از این بخش. late، سعید بزرگترم میشونم بکنم، بله اینجوری بهتر. late زمانی به کار میره که شما دیر کردید، مثلا میگید I'm late، یعنی دیرم شده. late. on time، on time به معنی سر وقت. شما قراره یه جا برید، سر وقت وقتی میرسید on time. I'm on time یا you're on time، سر وقت رسید. pack your bags یعنی چی؟ یعنی بیایی ساکتو جمع کنی. مثلا میخوای بری مسافرت، میگی باید برم ساکمو ببندم. to pack your bags، مثلا من دالان دارم این کار انجام میدم، یه نفر میپرسه که چی کار داری میکنی؟ what are you doing؟ و من میگم که I'm packing my bags. یعنی دارم ساکامو میبندم، چمدونمو میبندم. بعدی luggage. دو تا نکته داره. اولا اینکه تهش رو ایج نگید، لاگیج نیست، لاگیج. صدای ایج داره، ولی خب اون ایج رو نباید خیلی اغراق‌آمیز بگید. luggage. و نکته بعدی اینه که این کلمه جزء اسامی است در انگلیسی که ما بهش میگیم غیر قابل شمارش. یعنی چی؟ یعنی حتی الان که ببینید سه تا چمدونم داره میبره، میگه لاگیج، نمیگه لاگیجز. نکته ای که داره، مثلا اگه من بخوام بگم که چند تا چمدون همراهمه، میگم I have 3 pieces of luggage. به این شکل بیان میشه. حالا ما به مرور در آینده با این موارد آشنا خواهیم شد. عجله‌ای درش نداشته باشید. فقط گوشه ذهنتون نگه دارید. arrive at the airport، رسیدن به فرودگاه. مثلا من میگم که من ساعت 8 رسیدم فرودگاه. فعل گذشتهش میکنم، میگم I arrived at the airport at 8 o'clock. ساعت 8 رسیدم به فرودگاه. ترمینال که مشخصه، ترمینال فرودگاه به چند تا بخش معمولا تقسیم میشه که شما مثلا از ترمینال شماره 5 میرید، اون یکی از ترمینال شماره 2 میره، یکی از ترمینال پروازهای داخلی میره، یکی از ترمینال پروازهای خارجی و مواردی از این دست. چک این مال زمانیه که شما میخواید دیگه شروع کنید به سفر، پس باید برید پاسپورتتون نشون بدید، بلیتتون نشون بدید، باربندیتون تحویل بدید و بهتون چی بدن؟ کارت پرواز. پس در چک این در نهایت به شما اینو میدن، بودینگ کارت. بودینگ کارت به معنی کارت پروازه، یعنی کارتی که به شما اجازه سوار شدن. سوار شدن خودش به معنی بورد. این آینجی اینو بندازید، بورد، به اون عملی که شما سوار هواپیما میشید میگن بورد. بودینگ کارت در واقع جواز ورود شما به هواپیماست که ما بهش میگیم کارت پرواز. فلایت به این تابلو نمیگن، فلایت به پرواز میگن. مثلا میگم I have a flight at 9 o'clock tomorrow. یه پرواز دارم فردا ساعت 9. اینجا این کیف رو داریم، hand luggage و یا در بعضی جاها بهش carry on هم میگن. به اون کیفی، ساکی، چیزی که بهتون اجازه میدن با خودتون ببریدش داخل هواپیما، معمولا هم یه چیز کوچیکه دیگه، یه کیفی در این حد، یا از این کیف کمری هاست، یا یه کوله پشتی کوچیکه، به اون میگیم hand luggage یا carry on. carry on عبارت پرکاربردتری است معمولا. Security در واقع امنیت یا حراست. Security. Delay به زمانی میگیم که پرواز تأخیر داره، حالا یا دیر اومده یا دیر بلند شده دیگه، یکی از این حالت. To board a plane، اینجا گفتم بهتون board یعنی سوار شدن. Board a plane یعنی سوار شدن. اینجا این تصویر رو ببینید، میگیم They are boarding the plane. Fly in a plane، پرواز با یک هواپیما. Fly in a plane.
خوبه که همینجوری که می‌بینید من بعضیا رو مثال میزنم، شما باید تو تمریناتون توی این نقطه چینا مثال بنویسید، مثالای ساده هم بنویسید. بعدی land at the airport، مثلا میگیم که این هواپیماه it is landing at the Heathrow Airport. Heathrow فرودگاه لندن، فرودگاه یکی از فرودگاه شهر لندن، میتونیم بگیم it is landing یعنی در حال فرود اومدن در فرودگاه Heathrow لندن. Passport control، passport control منطقیه یا اون قسمتی که پاسپورتاتون رو چک میکنن، پاسپورتتون رو بررسی میکنن که مطمئن بشن چه کسی وارد کشور میشه. بعدی miss a flight، miss به معنی از دست دادنه، حالا میتونید برای قطار هم به کار ببرید، برای چه معنی یه بلیتی هر چیزی. to miss a flight یعنی پروازی رو از دست دادن. runway، runway به باند فرودگاه میگن، باندی که هواپیما روش سرعت میگیره که بپره و یا برعکس فرود بیاد. بعدی set off on a journey، to set off on a journey یعنی شروع کردن یک سفر. مثلا دارین چیکار میکنین؟ میگیم اونا they're setting off on a journey، یعنی دارن آماده میشن که برن یه سفری رو شروع کنن. set off اینجا به معنی شروع کردن. road trip، road trip به مسافرت زمینی میگن، مسافرتی که با ماشین شما میرید. road trip. visit a museum، visit a museum مثلا میگم که he is going to visit a museum، داره میره که یک از موزه دیدن، از یه موزه بازدید کن. go sightseeing، go sightseeing یعنی رفتن گشت و گذار کردن، جای دیدنی جایی رو، یه منطقه‌ای رو دیدن به این حالت. get on a bus، get off a bus، get on a bus سوار شدن، get off پیاده شدن. he is getting on the bus، she is getting off the bus. چرا ای رو تبدیل به they کردم؟ چون اینجا دیگه مشخصه دارم در مورد چی صحبت میکنم. get on a bus یه عبارت کلی. بعد هتل رو داریم، هتل که به معنی هتله، بله میدونید. apartment، آپارتمان هست که به فلت هم گفته میشه در انگلیسی بریتانیایی، فلت. apartment. hostel کلمه بعدیمون هست hostel، که در واقع به حالا نو ورژن جدیدی از همون مسافرخونه میتونیم بگیم، ولی هاستل معمولا جایی است که یک اتاقهای اشتراکی داره، تخت شما میگیرید توی هاستل، مثلا میرید توی اتاق میبینید 8 تا تخت هست، شما یکیشو دارید، یک کمدی هم دارید و اینا. سفرهای معمولا هم اینجوریه که اکثر جوونا حالا در اروپا و امریکا اینجوری عادت دارن که در یه دوره‌ای از زندگیشون یه مسافرتی میرن و برای اینکه سفر ارزون در بیاد این کارو میکنن و اینکه با آدمای جدید آشنا میشن توی این موقعیت. بعدی کروز هست. کروز هم به کشتی میگن هم به سفر با کروز. البته کامل ترش اینه که بگید کروز شیپ، یعنی کلمه شیپ رو در انتهاش بذارید، اما اگر نگید هم اوکیه، همه متوجه منظور شما میشن به این حالت. arrive at a hotel یعنی برسید به یه فرود، به میگم فرودگاه ببخشید، به یه هتلی رسیدن به اونجا رو میگم to arrive at a hotel. بخش پذیرش هتل reception هست، reception. stay in a hotel یعنی اقامت داشتن در یک هتلی، stay، دقت کنید که نمیگم stay، ای نمیذارم قبلش، میگم stay in a hotel. leave a hotel ترک کردن، یه هتلی رو ترک کردن. عبارتهای خوبیه، سعی کنید که بتونید با اینا جمله بسازید، اونجوریه که براتون تأثیر لازم رو میذاره. حتما هم
قسمت تمرینش رو در کتاب تمرین صفحات 46 و 47 انجام بدید تا براتون جا بیفته. سوالی اگر براتون باقی موند حتما مطرح کنید. تا جلسه بعد.